تو و باطیلم کردی مگه این رسم مستی و راستی شاید فردا خوب بشه این زخم قدیمی من سلام دوستان من رام هستم و خوش اومدین به برنامه مسی و راستی برنامه که معمولا توش کمی مسی و اخت میشم یا با خودم حرف میزنم یا با خیلی خفنم این اپیزود ادامه داستان زندگی علی همدانیه اگه قسمت اولو ندیدین توصیه میکنم برین اول اون اپیزودو گوش کنید یا نگاه کنید توی یوتیوب کانال یوتیوب من هست youtube.com/kingram برای اه، اه، صوتی هم که از همه جا از باکس و اسپاتیفای و اپل و گوگل و تلگرام حتی میتونید برین گوش کنید و اینکه اسپانسر این, این اپیزود مثل همیشه وی پی هستش و وی پی یه دستگاهیه که شما میخرین و میذارین توی خونهتون و از این به عنوان یک وی پی شخصی سرور وی پی شخصی برای شما درست میکنه و بدون نیاز به یه عضویت ماهانه که شما میتونید از خونهتون یا در وقتی که در سفر هستین به اینترنت همونجوری که تو خونتون وصل میشین وصل شین مثلا میری سفر ایران یا جای دیگه میخوای آی پی از آی پی خونت باشی مثلا خیلی کمک میکنه هم برای اینکه به بانک وصل بشی یا کارهایی داری که حتما باید از آی پی کشور خودت وصل بشی خیلی کمک میکنه یا کارهای دیگه داری که نیاز داری که میخوای با با, با،, با وصل بشی و از اینترنت استفاده کنیم تا الان بچه هم که خریدن این دستگاه رو کلی تعریف کردم و کار میکنه و با تخفیف کد کینگ رام 50 شما 50 درصد آف میگیرین و دستگاه 200 دلاری در میاد 100 دلار و به آمریکا و کانادا و اروپا شیپ میشه و تا سی روز هم راضی نبودین و میتونید هزینهش بهتون برگشته بشه و این حتما برامون خیلی مهمه که کسایی که استفاده میکنن به اون خبر بدن که چقدر براشون مفید بوده و کار میکنه یا نه این دیگه راحتتون میکنه از اینکه ماهانه همش دنبالین باشی که یه وی پی بریم بخرین و پول بدین و اینا خلاصه اگر سوالی هم داشتین از خود بچهای وی پی we-pn.com میتونید برید اونجا سوال بپرسین و مرسی از این بچه ها که اسپانسر این پادکست بودن در ادامه داستان من تور دارم و Uh, ما دیگه که توی اپریل توی لندن و منچستر یه کنسرت برگزاری میکنیم و uh, بریم بلیتاتونو رو بگیرین فکر میکنم بلیتای ارلی برد یه سریش فکم سولد شده نمیدونم هنوز چک نکردم uh, و بعد از اونم برمیگردم کانادا اینجا یه تور دارم و خبر خوب این که uh, به احتمال خیلی زیاد ترکیه هم داره جور میشه بیام استانبول uh, بر همین این هم حواستون باشه که اعلام کردن بریم بلیتاتون رو بگیرین اولین بار زندگی می که دارم میام اونجا اجرا بکنم و کلی هیجان دارم تور کانادا میگم تو ونکوور و تورنتو و مونتریال تورنتو کنسرتش با مدگل گروهش آتوسا بلیتای تورنتو خیلی داره سریع فروش میره برید بلیتاتون زودتر بگیرین هر از گاهی من توی که هم یه سری پرومو شیر میکنم که دوستاتون رو تگ کنید که بلیت مجانی ببرید هم برای کنسرت تورنتو این کار رو میکنم مثلا یکی دو هفته یه بار هم برای ونکوور و هم برای مونتریال خلاصه حتما حتما اونجا بیاین و سر بزنید برای اینکه بتونین بلیت مجانی ببرین و قرار کلی باید تو موزیک جدید و قدیم بزنم کلی هم هیجان دارم برای کارهای جدیدم خیلی سرم شلوغ بوده این چند وقته ولی نشستم پای کار خلاصه دیگه براتون زیادی زر نمیزنم بریم ادامه داستان زندگی علی گوش کنیم که واقعا حیرت انگیزه اصلا و خیلی الهام بخش از تمام سختی ها و چیزهایی که گذشته تا به این آرزو و آرمان هاش برسه و یه قسمتی هم توی اپیزود قبلی در مورد یه معلمی صحبت کرد که خیلی باش بد برخورد کرد و دوست داشتم که یه اپیزود درست کنم در مورد تجربه شما و معلم ها یا استاداتون حالا چه خوب چه بد حالا لزوما لازم نیست همه چیشم بد باشه و ما واقعش که تجربه بد بیشتر داریم توی ایران تا خوب ولی اگه میشه برام وایس بذارین فقط خیلی طولانی نه درد چند دقیقه و میتونید توی تلگرام t.me slash مستی و راستی اونجا برید برای من لینکشم میذارم تو دیسکریپشن اونجا اگه برای من وایس بذارین گوش میکنم و یه اپیزود در مورد برخورد معلم ها با همون و عواقبی که داشتهش چه خوب چه بد و بیشتر این کار رو میخوام بکنم برای اینکه بتونیم با هم داستانمون رو به اشتراک بذاریم که یه حالت فرنگ بشه بفهمیم کجاها اشتباه کردیم که برای نسل های بعدی قدم بهتری برداریم خلاصه این شما و اینم علی همدانی در نتیجه اعتقاد دارم به این کار و خوشحالم که این فرصت رو داشتم در 17 سالی که برای بی بی سی کار کردم از 21 سالگی تا هشت سالگی نه تنها برای سرویس فارسی بی بی سی که بارها قصه های عجیب و غریبی رو از دنیای ایران و از دنیای افغانستان که بخش بزرگی از دل و قلبم اونجاست تونستم جهانی بکنم یه نمونهش رو بهت میگم پوز بدم بعد سوالت رو بشنم تو رو خدا بازه من این رو بدم <متصف> ببین من سال 2017 یه فیلمی درست کردم و یه پادکستی رو به نام Gardens of Kabul The Gardeners of Kabul باغبان های کابل قصه رو قصه چی بود؟ ببین افغان ها در طول همه دهه های جنگ با هم اختلاف سلیقه و نظر داشتن و اختلاف سلیقه و نظرهاشون باعث جنگ های عجیب و غریب شده ولی توی یه چیزی با هم کاملا تفاهم دارن اونم به قول خودشون گل و گل بازیه گلکاریه، باغبانیه، کاشتن روزه، گل سرخه و من سعی کردم در این فیلم به همراه همکارانم قصه این اشتراک فکر رو در واقع از طریق این وچ مشترک قصه پردر در افغانستان رو بگم این فیلم بیرون اومد چند هفته بعدش بود خودم هم داشتم تماشا میکردم اخبار و گروه کولد پلی اومده بودن داشتن در مورد آلبوم تازهشون شون Everyday Life حرف میزدن و یهو گفتن یه بخشی از این آلبوم تحت تاثیر اینسپایر شده با فیلم بی بی سی The Gardens of کابل این همون آلبومی هست که کود پلی بنی آدم سعدی رو درش دارن العاده دستی که یعنی یک جوونی در پغمان در ناکجا آبادی در کشور جنگ زده ای مثل افغانستان تونسته یکی از بزرگترین گروه های موسیقی دنیا رو چنان در دلش رخ نبکنه که این گروه موسیقی بر اساس زندگی اون جوون یک آلبوم موسیقی در بیاره و بیاد بگه که ما باید حرف هم رو بشنویم و سعدی رو در دل آلبومشون جا بدن ببین کی این کار رو کرده قصه گویی کرده و من فکر میکنم وظیفه اولیه ما خبرنگارا چون الان ماشاءالله هزار ماشاءالله همه خبرنگاران همه خبرنگارام هم دنبال اون لایک بی صاحب اینستاگرام و کوفت و ان همه هم فکر میکنن اگه برن با نمیدونم چهار تا آدم بسیار مهم معروف بشن نه همون سوال مزخرف تکراری رو ازشون بپرسن خب شما بهترین نوروزی که تو زندگیتون داشتین مثلا چیکار کرد چند بار مثلا خانم فلانی که بسیار هم هنرمند مشهوری هست از اون نوروزی بگه که مثلا شوهرش طلاق کرد پدر ما رو در شما انقدر این کردین <applause> <applause> برو یه آدم دیگه پیدا کن نه اصلا همین میخواستم بگم این سوال بعدی به اول یه, ذره از،, از داستان خودم و مسی و راستی که این پادکست رو که شروع کردم خودم تو اوج افسردگی و ایتیاد دو هزار تو بدبختی و شکم در مورد سری مسائل و داستان صحبت کردن که کمتر ایرانی صحبت کردم با یه حالت خیلی آسیب پذیر و به تخممی که خیلی همه تعجب کردم گفتن یارو رام خول شده دیوونه شده پدرش رو دست داده رد داده یعنی اینا رو خیلی میشنیدم دیگه اون موقع و شکم زندگی در مورد زندگی خودم در مورد افسردگیم در مورد نمیدونم تو, تو بچگی تو مدرسه ایران خوشونت های جنسی که دوچارش بودم و خیلی چیزهای دیگه که اوپن اپ کردم و این باعث شد که آدمای دیگه بیان قصه های خودشون رو با من به اشتراک بذارن تو این برنامه و مم. همون حرف که تو زدی حرف خیلی مهمی که ما تا نشنویم داستان هم دیگه رو راه رو نمیتونیم بفهمیم که آقا کی داره تو سرش تو بدنش تو وجودش داره چی میگذره و این در کوی فهم باعث میشه که ما بتونیم بیشتر به هم برسیم به هم بیشتر بتونیم عشق بدیم و همدردی و همدلی بکنیم و غریبه نباشیم برای هم دیگه یا خود واقعیمون رو به هم دیگه نشون بدیم و خیلی توی فرهنگ ما یه ترس گنده ای بود دیگه از اینکه خود واقعیمون رو نشون بدیم همین که خیلی بچه هم که توی کمیتی LGBTQ مادن با هم صحبت کردن و داستان زندگی خودشون رو طرف کردن یعنی میخوام یعنی میخوام بدونم که تو خود، مثلا خانواده خودت هم یه سنتی بودن روشن بودن ریلکس بودن میخوام بدونم که توی این پروسه که یعنی از از بچگی با اون معلم آشغالی که تو ادبیات با اینجوری سال کرد تا رفتی گی تی ایتالیا رو نگاه کنی تا بیای بری این گی پارتی هایی که توی تهران که منم در ذهن خودم خیلی از این پارتی رو رفتم دیدم خود اونم اصلا یه, یه اپیزود داستان و چیزایی که دیدم خیلی جالب و جذابه و میخوام میخوام تو این پروسه کی،, کی کاملا با خودت میدونی اون ببس... از اول از آه. روز اول از روز اول من فکر میکنم مهمترین نقشی که خانواده میتونه داشته باشه جدایی از این که بیاد به تو بگه که حالا اب نداره حالا هر که هستی توانمندت بکنه یعنی من همیشه این رو به بچه ها میگم بچه های LGBT، صحبت میکنم داخل ایران یا پناهجو هستن توی شرایطی بدی هستن توانمند بودن باعث میشه که تو اعتماد به نفس بیشتری داشته باشی که از خود واقعیت پرده برداری بکنی اینکه تو توانمند باشی برخلاف بقیه بچه های مدرسهت زبان انگلیسی خوب حرف بزنی برخلاف بقیه همسن و سالات 500 تا کتاب خونده باشی برخلاف بقیه همسن و سالات دسترسی داشته باشی به مطبوعات بین المللی برخلاف بقیه همسن و سالات به یه چیزای دسترسی داشته باشی ببین من هیچ وقت یادم نمیره توی اون بهبهه مقصوی حکومت اسلامی که صبا دست میبردیم بالا نمیدونم از جلو نظام مرگ بر این مرگ بر اون درود بر فلانی و روح و خمینی و فلان و موسوی و آره هر کوفته کاری که هستن سخته بچه بزرگ کردم سخت آقا چرا سخته خانواده تو میتونن بسیار روشن فکر باشن ولی از جون تو میترسن توی جامعه هستیم که ما برای اینکه خودمون رو محافظت بکنیم باید ده رو داشته باشیم بنده باید حاجی بازاری باشم توی فلانجا که فلان کارو بکنم تو خونم عرقمو بخورم با دوستام یه جور باشم با یه دوستی که پول داره یه جور باشم که به هم پول بده با اونی که بی پوله یه جور باشم که فلان نکنه حالا واسه خانواده سخته ولی اینکه پدر خان... خصوصا نسل ما که درست نسل اون رو بعد از انقلاب اون نسل اول بعد از انقلاب فکر کنم خانواده ها نقش بسیار سختی داشتن تو دنیای جنگ ایران جنگ زده اون موقع. من همیشه میگم خوشختم هم که مادرم نمیدونم چرا؟ بسیار واژه قرب زده خوشم نمیاد ولی نگرش به دنیای مدرن داشت. خودش در غرب درس خونده بود در لندن درس خونده بود و ببین برای ما کاست دمیس پخش بخش میگرد آخه بچه چهار ساله دمیس روسوس نمیفهمه چیه یا تام جونز ببین الان برای نسل من تو تام جونز شنیدن خیلی عجیبه تام جونز خیلی مال یه نسل دیگه است ولی من هر بار اون آهنگ معروف تا، تام جونز رو میشنوم دلایلا دلایلا زار زار گریه یعنی یاد اون دوره میافتم خب یا مثلا هیچ وقت از خاطرم نمیره مدرسه ما خیلی نزدیک بود به موزه هنرهای معاصر که اون موقع فکر میکنم بسته بود یا اگر باز هم بود گنجینه‌ای که در موزه هنرهای محاصر هنوز هست اون موقع اینقدر عیان نبود یا اصلا جورت نمیکرد کسی نموندش حرف بزنه هیچ فقط از خاطرم نمیره که ما یه روزی داشتیم از روبروش رد میشدیم مادرم گفت میدونستیم ما این تو پیکاسو داریم و پیکاسو پیکاسو کیه چیه مثل من هشت نو سالم بود و بعد من رو آشنا بکن با یک نقاش خوشبختم که انقلاب ایران زودتر اتفاق نیفتاد چرا چون یک جامعه مدنی شکل گرفت در ایران یک فرهنگی شکل گرفت که ریشه آینده باشه در سختترین روزها میدونی یعنی این خیلی مهم هست ببین ما با کاست ها و ویچس های تلویزیون رادیو تلویزیون ایران پیش از انقلاب بار اومدیم ما نسل ما نسلی نبود که زنده از تلویزیون دایجان ناپلون رو ببینه ولی با نوارهای بتا ماکس ایتالیا ایتالیا و دایجان ناپلون ما دیدیم گوگوش دیدیم رنگارنگ دیدیم داریوش دیدیم لیلا فروهر شهره دیدیم فریدون فرخساد دیدیم ما اون نسلیم ما نسلی هستیم که صبح جمعه با شمای منو چهره نوزری روی کاست با علی تابش پیش از انقلاب نه اینی که بعد از انقلاب مجبور شدم یه جوری دیگهش بکنم که بیچاره ها چقدر هم زحمت کشیدن ولی ما با اون بزرگ شدیم خب ما با کاست پدر نسل اون اندوخته فرهنگی نسل پدر مادرمون بزرگ شده. واسه ایمان. همینه که من هنوز که هنوزه تا روزی که این کار رو میکردم حتما اگه برنامه موسیقی داشتم موسیقی امروز میذاشتم یه نگاهی هم به گذشته میکردم به خاطر اینکه اعتقاد دارم که باید ما تا اونجایی که ممکنه من اصولا عاشق فرهنگ پاپم اشق فرهنگ پاپم من اون تیکش رو انجام میدم در مورد فرهنگ پاپ حرف بزنیم فیلم درست کردم در مورد تالار رودکی برای اینکه برای مهم بود بگم باله در ایران وجود داشته برای نسل دهه چند این جنزی که باله ندیده کازم صدیقی امام جمعه موقت تهران رو دیده این خانم چی چی بود پروفسور بالتازا بود چی بود رفته بود سازمان ملل این خانمی که در تلویزیون ایران کار میکنه با سلای اوج روشن فکریش زهرا رهنورده که خوشحال بودیم که از زیر چادر سیاهش مثلا یه دونه برگ یه دونه روسری مثلا معلومه نه ما یه ایرانی داشتیم من من نمیگم نظام پیشین خوب بود نمیگم نظام پیشین بدون ایراد بود دفاع از هیچ ن... حرف نظام سیاسی نمی کنم دور فردا نکنم تو توییتر پدر منو در بیارم حرفم, چ... حرفم چیز دیگه ایه اینجا حرفم اینه که ما یه چیزایی داشتیم انقلاب با شعار آزادی آمد قیچی کرد همش رو سانسور کرد هایده ای چنگیزیان مشهورترین بالرین ایرانی مدرسه وگانووای شوروی رفته درس باله خونده در کلن رفته درس باله خونده اومده ای ایران تالار رودکی رو باز کردن چون هایده چنگیزیان وجود داشته که بره زیبای خفته و باله دریاچه قو و فندق شکن برخصه انقلاب میشه نقل به این میکنم هایی در رو خانم چنگیزیان نازنین رو که در پرتغال زندگی میکنن میگه باله رو گذاشتن تو آشغالی دمه در سپور برد اپرای ایران رو اپرای ما اپرا داشتیم منیر وکیلی بیچاره کوچه به کوچه و میرفتن دنبال ترانه های فولکلور و اینها رو اپرا میکردن و گروه اپرای ایران میخوندیم رو وقتی انقلاب شد باز روانشون شد دکتر محمود خوشنام رئیس روابط عمومی تالا رودکی و بعد از سردبیران نشریه فردوسی که در آلمان زندگی میکردن آقای دکتر محمود و خوشنام گفت بعد از اینکه تالار رو بستن انقلاب شد مفتح جناب آقای روشنفکر یه جلسه گذاشته بود با مثلا سردمداران فرهنگی پیش از انقلاب آقای دکتر خوشنام دست رو برده بود بالا پرسه آقای دکتر آقای مفت دکتر مفتح تکلیف اپرا چی میشه میگه ما انقلاب کردیم که اپرا رو بچسمیم مثلا انگار مثلا چی رو پیدا کردن میدونی من وظیفه خودم دونستم که در عین گفتن از غم و مصیبت قصه های مختلف شاد یا غمگین یه بخشی از تاریخ روزمره ایران و ایرانی رو هم بگم به افغانستان رو به خاطر اینکه اون حافظه تاریخی رو حفظ بکنم اگر ایران اسلامی کره شمالی نشد دلیلش یک چیزه مرزها درهای کره شمالی بیش از هفت دهه قبل پیش از شکلگیری رسانه مدرن بسته شد روی دنیا ما انقدر خوشبخت بودیم که این انقلاب زمانی شد که تلویزیون رنگی وجود داشت رادیو ایران مشهورترین رادیوی منطقه بود تلویزیون ایران مشهورترین تلویزیون منطقه بود و اینها یادگاری موند و ببین چقدر ما رگ و ریشه داشتیم که تبعیدی ها آدم هایی که دار و ندار زندگیشون رو باختن به خاطر هنرشون وقتی سر از لس آنجلس در تبعید در آوردن سر از لندن و پاریس و آلمان در آوردن تو پارکینگ خونهشون استودیو زدن با اون آرزویی که تو دلشون کاشته بودن که آرزو داشتن و امید داشتن جرم نیست آرزو بکن تا متحقق بشه شروع کردن تلویزیون های درست کردن تو کدوم ملت رو میشناسی که برای سال تحویل ده ساعت کاست درست بکنه و بفرست سوار خر و اولاغ بکنن که از کویت و دوبه ریلای نوار رو تو شورتشون میذاشتن میابردن ایران کپی میکردن اصلا این حیرت آور این قصه حیرت آور این قصه و من خوشحالم و خوشفختم که یه روزی روزگاری اون طرف تلویزیون نشسته بودم آقای فیلمی روزای شنبه ساعت چهار بعد از ظهر با یک کیف سامسونیت با یک کیف, کیف سامسونیت می اومد هم همون یادمونه <تصفح> و باز میکرد یه طرفش فیلم های سینمایی قبل از انقلاب بود یه طرف فیلم های هالیوودی بود ما دو تا از چیزای ایرانی برمی مامانم حتما این فیلم به زبون انگلیسی بود نگاه میکرد هر هفته و و اینا رو دیدیم و خوشحالم که وقتی خبرنگار شدم رفتم تمام اون استودیوها رو دیدم قصه همه اون آدم ها رو شنیدم قصه محمد خوردادیان رو شنیدم که چطور اون موقع که رقص برای مرد که اصلا هیچی فلانی از باسنش داره استفاده میکنه که چه بکنه غیر بده قصه این آدم رو شنیدم که اون مشهورترین ویدیوی رقص تاریخ ایران چطوری با یک دوربین دستی هندیکم در یک استودیو که کلاس درس محمد خوردادیان بود ضبط شد و اون ویدیوی معروف از اینا از اینا از اینا از اینا در واقع از اونجا اومد بیرون قصه آدمایی مثل فروخ آهی رو شنیدم که یه استودیوی کوچولوی عجیب غریب داشتن و با وسایل ابتدایی شروع کردن آلبوم های اولیه موسیقی ایرانی در تبعید رو درست کردن و به ایران فرستادن اینا خواب فوق است و من واقعا افتخار می کنم به ذره ذره این کارایی که کردم پدرم هم در اومده از حکومت ایران ماجراش مفصله همکاران خبرنگارم پدرم در بردن فعال LGBT بی تی پدرم در مردم عادی فشکم نخوردم اما افتخار میکنم به کاری که کردم و اون کار روایت کردن روایت هایی بوده که یا شنیده نشده بوده یا از زاویه‌ای که من بهشون نگاه کردم شنیده نشده و اون زاویه زاویه سمیمیته از مر... با مردم و, و نگاه منصفانه به قصه آدمایی که تو ناکجا آبات ها زندگی کردن تو پرانتز به نظر من باید تو واقعا یه کتاب از این تاریخ حالا هر کسی از این تاریخ هنر و رسانه در ایران و همه آدمایی که از نقطه A به B تا Z و وصل کردن و باعث شدن که جایی که امروز هستیم رسیده باشیم به خیلی جذابه این همجوری داری قصه رو تعریف میکنی که کی و آدمای مهمی که توی این داستان ها توی گیری فرهنگ ما آدم تاثیرگذاری تاثیر گذاری بودن حالا میگم میتونه آدم سلبریتی آدم معروف باشه از آدم عادی و مهمونی پرایوت و خصوصی خود آدما باشه و اون همون آدم فیلمی که با فیلم هر رفته میرفت ذهن چند نفر آشاد عوض می کرد یا با اون برنامه رادیویی که با شورت ویو ضبط می کردیم میفرستاد این اونور خیلی واقعا جذابه و این واقعا بعدا هم حالا جلوتر میخوام اینو اینو وصلش کنیم به دنیای امروز و سوشال میدیای امروز ولی قبل از این میخوام بدم که تو اگه شو نکنم تو ایران یه بار دستگیرم شدی تو این پروسه آخر قبل از که خارج بشی از ایران دستگیر شدی درسته ببین من میومدم می اومدم بیرون از ایران برمیگشتم لندن اومده بودم تلویزیون فارسی بی بی سی راه نیفتاده بود جز اولین کارمندایی بودم که استخدام شدم باور نکردنیه یعنی تو شو بکن اون اوا خواهره که کن ذهنه جز اولین کارمندای جوون تلویزیون فارسی بود سالم بود تصمیم گرفتم که کار رو قبول نکنم دو دلیل داشتم یک این امید رو داشتم که بشه هنوز در ایران کار کرد و درسم رو میخواستم تموم بکنم انگار میخواستم تو دهنی بزنم به یه سری از آدم با اون مدرک دکترهایی که نمیدونم مثلا <تص> کجا هستی پیش از افتتاح تلویزیون فارسی بی بی سی یهو حساسیت روی بی بی سی و کاری که در ایران میکرد زیاد شد بی بی سی فارسی هرگز در ایران مجوز کار نداشت به سرویس جهانی بی بی سی گاهی مجوز کار میدادن یک خبرنگار مقیم چند سالی بود انگلیسی جان لاین بود اون آخرین خبرنگار مقیم در ایران بود ولی بی بی سی فارسی نه ولی اون حساسیت روی هیچ رادیوی موج کوتاهی دیگه وجود نداشت به خاطر اینکه اصرش داشت تمام میشد و حکومت ایران میگفت مثلا 500 هزار نفر یه میلیون نفر اینو میشنون شده حتی اصلا مانیتورش که آخر سر فهمیدم یه چیزایش رو میکردن من حساسیت روی رادیوهای فارسی زبان بین المللی مثل بی بی سی یا صدای آمریکا و رادیو فردا تا اندازه خیلی زیادی وجود نداشت رادیو فردا تا اندازه چرا ولی وقتی تلویزیون فارسی بی بی سی میخواست راه بیفته این حساسیت زیاد شد به خاطر اینکه من فکر میکنم حکومت ایران به درستی میدونست ام که ام تلویزیون فارسی برد زیادی خواهد داشت و صدای آمریکا چندین سال بود که تلویزیون فارسی داشت بسیار هم گرفته بود تلویزیون های فارسی زبان از لس آنجلس می اما یادمون باشه که بی بی سی بزرگترین خبرگزاری جهان از نظر اندازه همیشه هم حرف و حدیث موردش بوده جار جنجال هم بوده این جار جنجال تو هر محفلی یک شکلیه در محفل دولت ایران اون موقع این بودش که پیش از انتخابات ریاست جمهوری دومین دوره که قرار بود دوباره احمدی نژاد حالا در واقع اون دوره‌ای که احمدی نژاد انتخاب شد سال 87 تو دارم من حرفشو می‌زنم 2008 این تلویزیون تاثیر خواهد گذاشت بر روی اون انتخابات و این توهم وجود داشت که این تلویزیون اصلا برای اون انتخابات داره راه اندازی میشه که توهم مطلق بود برای اینکه برنامهش چندین سال بود قرار بود شروع بشه در نتیجه اون اتفاقایی که داخل ایران میافتاد م... جلب توجه کرده بود دستگاه امنیتی حکومت ایران روش تمرکز کرده بود و خیلی از بچه ها رفته بودن استخدام شده بودن و بنده که همیشه راه برعکس رو میرفتم زودتر از همه به لندن رسیدم زودتر از همه برگشتم تهرون پیش از افتتاح تلویزیون فارسی بی بی سی چه اتفاقی هم نیفتاده دانشگاه شروع شده و سال آخر بوده و اینجوری بود که حالا دانشگاه تمام میشه و امیدوار هستم که من رو راه بدن چون جا من جاب اون پیشنهاد شغلی که داشتم رو رد کرده بودم در واقع چه کار احمقانه باور کن 26 آبان بیست و پنج آبان اگر اشتباه نکنم 26 دوشنبه بود رفته بودم منطقه سیدخندان تهران برای اینکه امیر تتلو رو ببینم و باهاش مصاحبه ای بکنم تتلو از دبی برگشته بود ایران چیه باغ پشتی خونه هنوز این شکلی که الان هست نبود یه شکل دیگه بود کاملا مصاحبه رو ضبط کردم خیلی هم خوشحال بودم به خاطر اینکه به نظر من مصاحبه خوبی شده بود که پخشش کردم گفتم بهت این مصاحبه که اخیرا من نشون دادم مصاحبه اون منم سوار ماشین هم شم که برم و هم یادم از امتحان داشتم در دانشگاه دید. یا پس فرداشت تلفن زنگ زد یه تلفنی بود که نمیشناختم گوشی تلفن برداشتم سلام بر شما این اسمی که میخوام استفاده بکنم قبلش وارنینگ بدم این اسم رو اون آدم جل کرده بود چون اسمی که میخوام استفاده بکنم اسم آشناییه سلام حالتون چطوره گفتم من خیلی ممنونم شما چطور هستین من کامرانی هستم و با آم، همکارم که همکار بی بی سی هستش مازیار بهاری که فیلمساز مشهور بود برای تلویزیون های مختلف فیلم می برای نیوزویک در ایران کار میکرد برای چنل فور بریتانیا کار میکرد من دارم برای اون در ایران هستم و دارم برای بی بی سی فیلم درست میکنم به من گفتم با شما تماس بگیرم فردا تشریف هتل هیلتون استقلال در وی که هم ببینیم نمیدونم چرا حسی دلم گفت این یک ماجرای پشتش قبول کردم و تلفن زدم به دوست خیلی نزدیکم نزدیکترین دوستی که در تمام زندگی داشتم خوشحال و خوشبختم که از ایران بیرونه و چقدر خوشحالم که دست یافتنیه چون پشت مرزای ایران دوستا گیر بکنن خیلی سخته تلفن زدم گفتم اشکان یکی به من یکی به من زنگ زد حالا خوب گوش کنه همون تلفنی که یار به من زنگ زد انقدر من عقل نداشتم که این تلفن خوب دارن گوش میکنن دیگه اشکان یکی به من زنگ زد میگه فلانی فلانی من خیلی ترسیدم فردا جرئت نمیکنم فردا ما من میای گفت آره میام گوش رو گذاشتم یادم افتاد من, من یه تلفن دومی هم داشتم اون موقع ها ایران سل تلفن های پی از یوگو میفروخت و تلفن میتونست رجیستر هم نشه ثبت نشه با اون تلفن تلفن زدم به یه تلفن دیگه اشکان یه لحظه به ذهنم اومد اشکان خیلی ترسم گفت نترس فردا صبح بیا اینجا از اینجا با هم میریم حرفشون میزنیم صبح فرداش ساعت قرار ساعت نه صبح بود هفت صبح من حالت عادی که دارم میرم دانش به هیچ هم نگفتم از خونه اومدم بیرون آژانس گرفتم یک اتومبیل سبز رنگی آردی پژو آردی موتور پیکان جمهوری اسلامی دیگه موتور پیکان بدنه پژو همه چیمون تقلبیه پژومون هم تقلبیه پیکانمون هم تقلبیه خدا والا به خدا خلاص این اومد و خیلی خوب خاطرمه ترانه گوگوش گوش منو تو منو تو با همین من ما داشت از رادیو ماشین پخش میشد رادیو که نه یعنی منظورم از ضبط صوت ماشین پخش میشد و ما راه به سمت نیاورون جایی که اشکان زندگی میکرد که من برسم اونجا که اونجا با اشکان بریم هتل هیلتون نمیدونم چی تو ذهنش من ایمان داشتم به این اشکان بخاطر اینکه بسیار بسیار آ... همسن بودیم هستیم بسیار عاقلتر از منه استراتژیک دیپلمات یعنی کاملا میتونست مثلا جای چرچیل یا مارگرت تاچر رو بگیره در سیاست بریتانیا رفتم رسیدم اونجا و اشکانم همیشه دیر زنگ میزدم بردار گوشی رو بیس ساب یا دیر هشت و نیمه صبح نوم اومد هیلتون هیل باشیم گوشه رو احساس اساس کردم تازه از خواب بیار شده گفت بیا بالا بدم با اشکا من کجا بیام بالا نه بیا بالا با من بابا نیستن و تا مغازشم با هم حرف میزنیم رفتم بالا و با. داشت حاضر میشد ماهاشم از این سیخ سیخی ها درست میکرد که اون موقع در تهرون باب بود ام... گفتم اشکا یعنی چی میشه گفت ببین؟ اصلا نترس به نظر من چیزی نیستش تو باز توهم زدی یکی هم میاد به پیشنهاد کار میده تو میترسی کاری که بکن اینه که میریم اونجا تو بمون تو ماشین من من میرم خودم علی همدانی معرفی میکنم اگه اطلاعاتی بودن به تو زنگ میزنم میگم علی زود بیا گفتم زود بیا تو فلنگو به من در رو اگر من نه آدم بودن که میفهمی و میای خلاصه و بعد هیچ یادم نمیره روی این نونای سخاری ایران ویتانا کره بادوم زمین پینات باتر میماره میگو, بخور از اینا بهت اوین نمیدن حال شوخی ها <applause> خلاصه ما سوار ماشین شدیم و میرفتیم و وای از اون خیابون پهلوی ولی که میرفتیم پایین پاییز بود برگا زرد شده بود بسیار صحنه زیبایی بود خاطرم و من از استراب داشتم میمردم خلاصه رسیدیم این ماشینه فرود اومد تو پارکینگ هتل هیلتون که پارکینگ بیرونی بود خیلی هم شلوغ من نمیدونم کی میره هتل هیلتون مثلا از اصفهان میره هتل هیلتون خارجی که نمیره ایران موقع نمیرفت اشکان رفت و گفت پک تو گوش بزنیم باش من رفتم ساعت ده بود یعنی ما یک ساعت دیر رسیدیم و یارم هی زنگ میزد کجا موندی اشکان رفت تو دیدم خبری ازش نشد نیم ساعت چه روز زنگ زدم بهش اشک علی عزیزم اصلا نگران نباش من با یه آقای محترمی اینجا دارم صبونه میخورم گفتم اینکه کد ما نبود تو قرار بود بگی زود بیا یا زود نیا اینو تا سیه خلاصه هی hey من زنگ میزدم هی hey اون, جوانه. Hey میزدم. Hey اون جوانه. جواب هی من زنگ میزدم هی اون جواب نمیداد یه جواب میداد حرفای عجیب غریب میزد ساعت 11 صبح من گفت علی هر رمزی که با هم گذاشتیم باطل پاش بیا من فهمیدم اوضاع خرابه پاهام میلرزید پا, می پا شدم رفتم و هیچ وقت هم یادم نمیره من نمیدونم شبا تو هتل ها پیانو میزنن چرا تو هتل هیلتون صبح یاروش پیانو و ترانه رفتم که رفتم و میزد آدم <applause> بکن هیچ وقت یادم نمیره ملودی رفتم که رفتم خانم مرزیه رو میزد رسیدم دم یکی از این ریشوای لب ترکیده قد کتاب از این کاپشن احمدی نژادی که نه کاپشن های پاستری سبز گفتم وای خودشونه آ این بازی ها چیه تو برای ما در میاری این کارا هم لندن بهتون یاد دادن حالا من هم تو موندم آقا شما کی هستی از این اده ها در نیار حکم یه حکمی, حکمی نشون داد که بعدا فهمیدم جلی حکم دادگاه انقلاب بود جاسوسی و گفتش که گفتم نه از کجا بدونم شما ها واقعا واقعی هستین فلان نیستین حالا من شروع کرد یه سری عکس به من نشون دادن عکس های خودم بود و اون قدرتی که اونها دارن در ایجاد توهم و پرانویا در تو کاملا در من ایجاد کرده بود و اکثر بدن فهمیدم از اورکات برداشته بودن که لابد امروزی ها اصلا نمیدونن چی هستش قبل از فیسبوک اورکات بود منو برد و اشکان فقط اومد منو بغل کرد گفت ببین اینا به من میگن که فقط میخوام باهات حرف بزنن نگران نباش و من فهمیدم همه اون قصه مازیار بهاریان اینا دروغه سوار آسانسور شدیم رفتیم طبقه چردهم هتل ایلتون و همش با خودم میگفتم از اینجا منو میبرن اوین از در آسانسور که اومدن بیرون دست راست را رفتم را رفتم ته 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 ته, ته راه رو آخرین آخرین طبقه هتل ته راه رو, رو هم معمولا انتخاب میکردن که اتاقی کنارت دیگه کمتر باشه دیگه دو طرف نباشه چون خودشون به خودشون شک دارن آیا اطلاعات سپاه هم, هم گوش میکنه نمیدونم وزارت اطلاعات هم اینا رو یا نه ته 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 اتاق 1401 من جلو بودم این ریشو اینجوری پشتم بود در زد این دست رو آورد جلوی من در زد بعد از مثلا یه دقیقه یادم نمیاد چقدر من. در باز شد اون صدایی که دیشب به من تلفن زده بود به به علی آقا بفرمایید تو ام رفتم تو توی اتاق هتل و او رفت از اتاق بیرون با اون ریشو لب تریکی اتاق هتل رو تا عمر دارم از خاطر نمیبرم و عجیب اینجاست که بعدا که زمان روحانی که برجام اتفاق افتاد تو بوکینگ دات کام به عنوان اتاق نمونه هتل استقلال اکسون رو گذاشته بودن که دارم <applause> یک اتاقی بود مبلاش آبی بود آبی ای بود رنگ رو رفته زمینش مکت قرمز بود و یک تخت خواب هم در اون مربوط اتاق نسبت بزرگی بود و یادم هست انگار کسی رو اون تخت خوابیده بود چون ازم بود یه سری کاغذم روی تخت بود و من هم که تنها تو این اتاق یه بچه 23 ساله و ولی خوبیش این بود که تنها چیزی که به من کمک میکرد که چند لحظه به خودم فکر کنم و چی کار میخوام بکنم این بودش که از پنجره میتونستم دماوند اندر... البرز رو ببینم برای اینکه پنجره شمالی داشت بماند که وقتی چه فل... آقای فلانی که هنوز نمیدونم اسمش چی آمد پنجره ها رو بست و کرکره ها رو کشید که خدایی نکرده از روی نور روز من نفهمم چه ساعتی از روز شمال روزه رام از اون لحظه یه علیه دیگه ای متولد شد ماجرای اون باز داشت که واقعا سختمه برات همش تعریف بکنم نه لازم نیست از اون روز تا امروز یک انسان دیگه ای متولد شد و اون اسم مستعاری که بهزاد بلور برای من انتخاب کرده بود که ترکیب بود از نام زیگزاگ برنامه زیگزاگ و اسم خودم علی که به من میگفت زیگلی و بعد چند ها واقعا فکر کردم من اسم من زیگلیه اون زیگلی اونجا مرد اون انسان اونجا مرد تموم شد من مثل یک ماشین گوش چرخ کن تصور کنید بهش بگیم ماشین دشمنسازی من وارد ماشین دشمنسازی نظام شدم و دشمن تمام ایار از اون طرفش اومدم بیرون اون علی شاده بگو بخنده با تطلو بره به سیمین بهبهانی جرأت بکنه بگه خانم شما هفتاد و انی سالتونه ولی دافین به عنوان شوخی حالا من فوش ندیم توی تویتر محض رضای خدا اون علی مرد مرد اونجا بود و طی اون اتفاق ها بود که من ماهیت مثل این میمونش که چندین سال در دانشگاه دامپزشکی ما تئوری میخوندیم قد گاو هم نمیفهمیدیم بیچاره گاو بعد میرفتیم سر کلاس توی استبل یا توی طویله یا تو سراغ گربه و سگا تا از اونجا میفهمیدیم آها اونی که تو کتاب خونده بود اینه اون اتفاق اون تصوری که من از ماهیت و حکومت ایران داشتم از روزی که بسم الله قاسم جبارین میگفتن و اسامی ادامی ها رو میخوندن پشت رادیو به واقعیت تبدیل شد جلوی چشمم نشست و فکر نمی کنم هرگز تا روزی که زنده هستم از جلوی چشمم بره گرچه همیشه سعی کردم در کار خبرنگاری منصف باشم اما نداشتم این انصاف باعث بشه که چشمم رو به نقض حقوق بشر حق حیات انسان ها ببندم و بگم نه چون منصفم بی تفاوتم هستم اون دستگیری باعث شدش که هفت ماه بعدش بتونم بعد از ماجراهای های جنبش سبز دوباره سپاه پاستانان هم آمد سراغم دارم مخصوصا خیلی سخته برام حرف زدن دارم از روش راحت میشم از, ایران. از ایران اومدم بیرون و توی اوگست 2009 یعنی مرداد 1388 من به لندن رسیدم و اون موقعی که من به لندن اومدم با یک ویزای توریستی نه کار داشتم نمیدونستم ممکنه کار داشته باشم و هیچ وقت از یادم نمیره تو خیابون راه میرفتم و فکر میکردم یعنی من میتونم اینجا یه زندگی واقعی داشته باشم یعنی هیچ تصوری از زندگی من نداشتم انگار یه ها افتادم تو دنیای واقعیت با همه تلخیهاش با همه سختی هاش با همه خوشی هاش با همه احساس آزادی هاش ولی اونجا بود که زندگی واقعی انگار از خواب بیدار شدم اصلا از, اون، از پشت اون دیوارهای بلند آهنین ایران یهو اومدم این طرف دیوار حالا من موندم اون دیوار و این سمتش در دنیای آزاد و اینکه حالا من برای خود و امثال خودم در ایران چه میتونم بکنم که این بعد منجر میشه که به بی بی سی وست بشی یه ماه ماه توسط دوستانی که داشتم ام ویزای توریستی بریتانیا داشتم و اومدم و به هر حال تلاش کرده بودن که من دوباره اون کاری که قرار بود سال قبلش بگیرم در بی بی سی رو بگیرم که گرفتم ولی کار آسون نبود به خاطر اینکه اون نگاه به من به عنوان آدمی که خبرنگار نیست یعنی من بنده رو خبرنگار بس... نمیخوام بگم همه نازنین هایم هم هستن که تا روزی که هستم قدردان محبتشونم ولی آدم های هم بودن که به ویژه از خبرگزاری های داخل ایران اومده بودن به ویژه از روزنامه های اصلاح طلب ایران اومده بودن به ویژه از رسانه های سنتی بعد از انقلاب جمهوری اسلامی اومده بودن و به هیچ عنوان منظورم این نیست که اونها هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی دارن اینو همین الان بگم لطفا نمیخوام به هیچ عنوان به هیچ کسی همچین اتهامی بزنم بنده نه دستگاه امنیتی بریتانیا هستم نه دستگاه امنیتی آمریکا و موساد این وظیفه دستگاه امنیتی است بفهمه چه کسی برای جمهوری اسلامی کار میکنه یا نه, نه وظیفه بنده اما همون آدم هایی که میگم به هیچ عنوان منظورم نیست که هیچ ارتباطی با جمهوری اسلامی دارن با اون فرهنگ چنان ناخواسته چنان با زمیر ناخداگاهشون آغشته بودن با فرهنگ سنتی ایران نمیدونم چجوری بگم که برای اینکه من نمیخوام آدم ها رو در قالب جمهوری اسلامی بذارم من میخوام آدم بعضی از آدم ها رو بگم قربانی فرهنگ جمهوری اسلامی بعد از انقلاب بذارم خیلی چه چه میدونستن الژی کی آقا طول میکشید تا بفهمن چه چه اصلا چه میفهمیدم بندم آدمم اصلا چه میفهمیدم من منم بله بنده در هیچ دانشگاهی خبرنگاری خبر نخوندم در دانشگاهی مردم یاد گرفتم خبرنگاری رو یه لابد غریزه هم داشتیم یا استعدادی هم داشتیم دیگه لابد ادام هیچ وقت نداشتم و ندارم خب منم آدمم بنده رو قبول بفرمایید مگه قبول میکردن تو فکر کردی کار کردن با بعضی از آدم ها راحته تو فکر کردی مصاحبه کردن با بعضی از مصاحبه شونده ها راحته اصلا جدیت نمیگرفتم میدون چقدر طول کشید دو تا فمینیست هستن خودشون رو فمینیست میدونن اسمشون رو نمیارم من بدترین ضربه ها رو از این دو نفر خوردم البته ذهی خیال باطل جایی که باعث شدن اونا با اون ضربه های پنبه ای که سعی کردن بزنن که نزدن آب در هاون کوبیدن یه جای دیگه هم تو زندگی ولی باور کن میخوام بگم فقط شامل خبرنگاران نمیشه شامل حتی جامعه حقوق بشری ما هم میشه شامل روشنفکرهای بعضی از روشنفکرهای ما هم میشه فکر آسون بود میدونی اولین فیدبکی که من گرفتم به عنوان خبرنگار اینه که مواظب باش نمیگم از کی نمیگم از کدوم سازمان مواظب باش زیاد معلوم نشه با خواهری یه آدمی که همه هم میشناسنش همه میشناسنش بذارید آسونه همون فعالان فمینیست حقوق بشری وقتی که احساس کردن ممکنه خدایی نکرده یه جای حق بنده مثلا بیشتر از اونا منده فعال حقوق بشر نیستم من خبرنگارم کارم خبره کارم شما فعال حقوق بشری امیدوارم منده خبرنگارم ما با هم اوورلپ نداریم ما با هم موازی کار میکنیم نمیدونم چرا فکر کردم مثلا رقیبم رف... فلانم و اینا همون آدما سوار بر موج هوموفوبیا شدن سوار بر موج سرکوب جامعه اقلیت شدن توسط آدم های هوموفوب و قدرتمند که بیان سرکوب بکنن خانوم حقوق بشری فلان و بسار برای منده تکسش رو دارم کسر شعن خودم میدونم حتی منتشرش میکنم اسمش رو بگم به من برگشت نوشته You prove me one again that men are men even if they are gays ببین ما با همچین جامعه ای طرفیم من یه اصطلاحی که میشه بکنم خیلی بخوام فوش رو میگم انگار یه دیکتاتور درونمون حالا شاید تاثیر فرهنگ بد باشه این نمیدونم بعد از جمهوری اسلامی این ترس و پارانویا و این جدایی که ایجاد کردن که آدما همه به هم دیگه شک کنن و بدبین باشن اصلا تو با بیشتر بچهای ایرانی هم که حرف میزنی چیزی که من من اینجوری بزرگ نشده ولی چون پدرم همیشه بهترین انسانیت رو میدید همیشه خوبی انسانیت رو میدید ولی با اکثر دوستا ایرانی همه بدن تا عکسش ثابت شه این متاسفانه فرنگ پست رولوشنری بعد از انقلاب این خیلی قالب شده که همه بدن تا عکسش ثابت شه یعنی اون متاسفانه متاسفانه همینطوره متاسفانه همینطوره و بعد تو تو این لایه های چندگانه هم که قرار میگیری اون اینترسکشنالیتی وقتی زیادی پیچیده میشه کار سختتر میشه بسیار سختتر میشه به خاطر اینکه آدم ها اهرم بیشتری دارن که روی تو فشار بذارن و من بارها قربانی این فشار بودم و شدم ولی چیزی که در زندگی یاد گرفتم نکته است امید رو از دست ندم همیشه آرزو داشته باشم من محصول آرزو هم. من آرزو داشتم و به این آرزو رسیدم و آرزو داشته باشم برای مرحله بعد زندگیم امید رو از دست ندم و به هیچ عنوان تحت هیچ شرایطی در ش... سختترین شرایط جا نزنم یعنی چیزی برای دست دادن نداریم عزیزتر از, از مملکت مگه وجود داره عزیزتر از, از وطن عزیزتر از, از پدر مگه وجود داره رام چیزی برای از دست دادن نداریم سر لحاف ملا داریم ما هم دعوا میکنیم چی... برام... چیزی موند از ما اصلا برای من یه سوالی که پیش بود همینه که چه جوریه حالا چه... چه... نمیدونم اصلا میتونی در موردش حرف بزنی زیاد و راحت باشه که نمیتونی یا هرچی ولی کلا اه... تیم یعنی سوالم بیچاره از این شروع میشه که چون خب بالاخره رادیو بی بی سی که واقعا خب یه یه خیلی یه اون موقع واقعا آن بود خیلی بیطرفتر بود و با مرور زمان حالا نمیدونم به خاطر طرز فکر های فرهنگی سیاسی و تاثیر گرفته چه از خود جمهوری اسلامی چه از تو غرب و لیبرالیسم و کاپیتالیسم یا اصلا افکار همچی یعنی در مقابل راستگره یا چپ ای و بعدا خب این این قضیه ای که به بی بی سی گیرن میگن آیت الله بی بی سی و موضع مثلا جمهوری اسلامی و خط جمهوری اسلامی و مثلا خیلی وقتا خب این این به نظر من خب تا یه حدودی احمقانه خب, خب جون خیلی از این بچه رو تو ایران و خانواده رو میبینید که در خطره <applause> یعنی اون این دیگه ثابت میکنه که بابا اینا میدونی من خودم تجربم با سپاه و با اطلاعات و سپاه همه قضایی که برای خانوادم پیش اومد یعنی خیلی برای اینا توهماتشون و پارانویاشون اصلا توی لیگ و لول دیگه ای که که خیلی وقت و, و خشونتشون به خصوص من فکرم آدم که از جلو با این مواجه نشدن متوجه شدت خشونت این آدم ها نمیشن که در چه حدی حالا ما توی جنبش محصا باز خیلی بیشتر و واضحتر به این نتیجه رسیدیم که اینا با حاضرن به هر قیمتی با هر خشونتی دست بزنن هر کسی رو بکشن برای اینکه تو قدرت بمونن و با مسائلی که تو دنیای امروز هست با این ب... در در جستجوی حقیقت چون حقیقت انگار یه چیزی دست نیافتنی شده در دنیا امروز با خاطر رسانه ها و بایس هایی که دارن و آرزوها یا آرمان ها یا دیدگاه هایی که دارن که میخوان یه ایران به یه شکل ایدال باشه و میبینیم که روز به روزم سخت تر میشه که این اتحاد رو دست بیاریم جمهوری اسلام از این خب طبیعتا سوء استفاده میکنه میخوام میخوام تویی که تو دل این داستانا بودی این پروسه رو چجوری الانم حالا یه چه ذرا... قدمی به این سمت جدیدی چجوری رو اصلا برداشت میکنی این, این داستانه من خیلی امید، امیدوارم دا. مردم صداقت من رو تا الان بدونن من شاید جز کمترین م... م... بعضی موقعی که اسم خودم رو سرش بگم توی تویتر توی میبینم به من دست کم آیتولا بی بی سی گفتن نشده پس خواهش خواهش میکنم که حرفی که میخوام بزنم رو به صداقت من قبول بکنید ببینید از شما خواهش میکنم با هم فکر بکنیم فکری که میخوام با هم بکنیم اینه که آیت الله بی بی سی خطاب کردن بی بی سی اعتبار دادن به جمهوری اسلامیه قدرت دادن به جمهوری اسلامیه دولت حکومت دیکتاتوری شوروی هم در زمان وجودش کاری کرده بود که به بخش روسی بی بی سی میگفتن طرفدار رژیم کمونیستی شوروی این تکنیک دیکتاتور هاست که خودشون رو قدرتمند جلوه بدن و برای قدرتمند جلوه دادن خودشون به تئوری های توت نامن بزنن اصطلاح آیت الله بی بی سی رو اما اگر بخوام به شما بگم آنطوری که من شنیدم نقل میکنم از صادق سبا. که سالها برای بی بی سی کار میکرد و رئیس بخش فارسی بی بی سی هم بود سازمان مجاهدین خلق برای اولین بار استفاده کردن به خاطر اینکه حالا به هر دلیلی تکلیف مجاهدین خلق فکر میکنم تا اندازه روشن هست برای شنونده ها و بیننده های تو اما شیوه ای که بعد شروع شد توی توییتر استفاده شدن من نمیگم مردم گله ندارن اما فکر میکنم تا یه اندازه روی اون درد مردم که از سختی زندگیشون میاد جمهوری اسلامی از اون هم استفاده کرد در مورد بیطرفی بی, بی سی، ببینید بخش فارسی رو فراموش بکنیم برای یک لحظه من افتخار این رو داشتم که در جاهای مختلف بخش فارسی کار کردم ولی بیرون از بخش فارسی هم کار کردم من مدتهای مدید برای سرویس افغانستان بیبیسی کار کردم من برای مشهورترین به قول خودمون با کلاسترین برنامه خبری تلویزیونی بی بی سی به نام نیوز نایت کار کردم من برای رادیو چهار بی بی سی کار کردم من برای رادیوی سرویس جهانی بی بی سی کار کردم من برای بی بی سی نیوز تلویزیون بین کار کردم من چندین و چند فیلم ساختم برای بی, بی سی نیوز تجربم کمی وسیع تر از تجربه خیلی هست برای بی بی سی احترام زیادی قائلم اولا اون جوون سیزده ساله تنهای بیکس رو در تهران پناه داد از طریق همواج کوتاه و هنوز داره این کار رو برای میلیون ها نفر در سراسر جهان میکنه دوم اینکه اصول خبرنگاری بی بی سی اصول بسیار دقیقی هست بی طرفیش معنی داره خارج از حرف بخش فارسی رو فعلا نداریم میرسم بخش فارسی معنی داره بی طرفیش چرا به خاطر اینکه دنیای ایران دنیای بسته ایه. در خارج از ایران قوانین بسیار سفت و سخت بین وجود داره که جنابالی نمیتونین افترا بزنین به کسی و فرقی نمیکنه لندن باشه یا پاریس باشه یا واشنگتن باشه یا کالیفرنیا باشی مونترال باشی یا ونکوور یا تورنتو میتونن بیان ببرن دادگاه و برای همین بی بی سی مجبوره که بیطرف منصف و دقیق باشه که دادگاه نره و بسیارم حواسش هست بزرگترین خبرگزاری جهانه بیشترین میزان پرسنل و خبرنگار رو در سراسر سر جهان داره بیشترین تعداد زبانهای خارجی رو داره بیشترین میزان شنونده و بیننده و یوزر رو کاربر رو در سراسر سر جهان داره بخش فارسی ببین بخش فارسی زایده همون بیبیسی سه نکته وجود داره نکته اول من مخاطب مخ... منم الان مخاطب بی بی سی هم دیگه من که الان برای بی بی سی کار نمیکنم عجیبه برام این حرفو زدم الان ولی ام... ما در جوامعی مثل ایران و افغانستان زخمیم درد کشیدیم به ویژه اگر در داخل این کشورها زندگی میکنیم یا هر روز صبح چشممون به فلان مولوی صاحب در کابل میفته فلان شیخ طالب میفته که ممکنه دنبال جا بیفته بگه فلان کارو نکن یا در تهران گشت ارشاد ممکنه بگیرتت یا دوربین فلان ممکنه بهت تکس مسیج بفرسته اسمس بزنه که چرا فلان کار کردی یا بریزن مهمونی خونه بگیرن یا امروز تخبه مرغ میخری انقدر فردا انقدر بشه یعنی تو هر روزت با بدبختی طرفی میای خونه و عادت کردی رسانه هایی که از بیرون میاد معمولا مخالف باشه حالا اگه اون رسانه مخالف نبود که بی بی سی نیست ولی این به این معنا نیست که موافق هم هست چون بی طرفه صدا در میاد این نکته دو خبرنگارا همیشه اشتباه میکنن مگه میشه خبرنگار اشتباه نکنه مگه میشه بنده قرض عصبانی نباشم یک روز یک کلمه ای رو بدونی که فکرشو بکنم حتی استفاده بکنم خب میشه دیگه یا حتی خبر غیر دقیق پخش بکنم خب میشه دیگه ولی همیشه این بوده خبر غیر دقیق که پخش میکنی همه میفهمن پدرت رو در میارن و وقتی تصیحش میکنه اون تصیح خبر انقدر برد نداره خب و سوم اینکه باز نکته ای که به شما من گفتم با آیت الله خطاب کردن بخش فارسیه رسانه عمومی بریتانیا داریم به جمهوری اسلامی اعتبار میدیم من منکر اشتباه نیستم منکر موارد متعددی که خطا شده تو این همه سال هفتاد سال هشتاد سال نیستم اما واقعیت رو هم میبینم من کار کردم در اون اتاق خبر بسیارم کار کردم زیادم کار کردم در مورد انقلاب 57 هفت هم که حرفشون میزنیم اولا من فیلم ساختم در مورد بخش فارسی بی بی سی و انقلاب ببین اونایی که من شنیدم برای اینکه من ساعتها من خوره آرشیو و با این این رو خیلی هم میدونن من ساعتها پخش برنامه های بی بی سی رو شنیدم اونایی که من شنیدم مسلما به کام یک دینی نیست طبیعیه وقت در تهران تظاهراتی بشه چه حکومت فعلی باشه چه هر حکومت دیگه ای لابد دوست نداره کسی بشنوه اما اینکه بگیم بی بی سی چون اینو میگن ها گفته امشب برین ساعت ده شب خمینی رو در ماه ببینین میدونی حتی اگه بی بی سی هم گفته باشه من سوالم از اون چند میلیون نفریه که رفتن خمینی رو تو ماه دیدن مگه شماها عقل ندارین یا مثلا میگن بی, بی سی انقلاب کرد نه بی بی سی دست و پا نداشت تو خیابونای تهرون مرگ بر شاه بگه مردم رفتن و نقل به این میکنم حرف زنده یاد پرویز راجی آخرین سفیر دولت پادشاهی ایران رو در بریتانیا که رفته بود با دولت بریتانیا میگفتش که این برنامه های فارسی بی, بی سی رو مثلا مواظب باشین یک فلان کلمه نمیگم اشتباه نمیکردن قطعا میکردن اونام تو اون جو انقلاب برال می حال اما پرویز راجی سفیر وقت پادشاه تو گزارشش نوشته بود حکومتی که قراره با 45 دقیقه برنامه موج کوتاه بیفته خب آخه میدونی ولی بازم میگم این این رو هم باید اینجا بگم برای اینکه در تاریخ ثبت بشه که فقط تفاوت دو حکومت رو ببینیم حکومت اسلامی یک از صحنه هایی که من از یادم نمیره یک صبح یک بامدادی سال 2013 من وارد اتاق خبر بی بی سی شدم همه توی شوکی بودن به من اینجوری بیدم که چی شده و مثلا مثل اینکه چهار نفر یا سه نفر از همکاران ما مثلا خانواده هاشون رو یا گرفته بودن برده بودن اون روز و اصلا اونجا اولین بار بود که این اتفاق می افتاد یا حال من وقتی متهم به تجاوز شدم در تلویزیون ایران ما یه همچه حکومتی رو داریم که پارازیت میندازه از سفارت جمهوری اسلامی در کوبا امواج پارازیت انداختن روی ماهواره اینو در نظر بگیریم حکومت شاه اویسی زنده یاد میره به پادشاه پیشنهاد میکنه که اگر بخواین ما میتونیم روی فرستنده های بی بی سی پارازیت بزنیم میگه در شهر ما نیست همچین کاری بکنیم برای ما بده کس دیگه الان اسمش خا... فکر می‌کنم قره باقی میره و میگه ما میتونیم فرستنده های موج متوسط و موج کوتاه بی بی سی در عمان هستن هنوزم اونجا میتونیم اینو بمباران با بکنیم ما با عمان هم دوستیم میریم میزنیم تمام میره میگه نکنید این کاروها اصلا در شهن ما نیست در زمان انقلاب پانزده خبرنگار بی بی سی در تهران داشتن کار میکردن تفاوت دو حکومت رو اینجا میشه دید یه حکومتی براش بچه چه بیانه مهمه اینا نخر براشون مهم نیست میگم مرگ بر بی بی سی این یارو دهنگوشاده رو میفرستن که بنده باش مصاحبه کردم با افتخار میگفت میخواستم برم انگشت سفیر رو قطع بکنم سال 2000 چند بود 13 بود یا 12 بود چرا چون بی بی سی داره تو ایران فلان کارو میکنه گفتم سفیر رو میخواستم انگشت قطع که میخواستم بکنم پخش شده این اینو داریم میرن دم در سفارت میگم مرگ بر اصلا چقدر چیپ چقدر شما میتونید بیمار باشید من همیشه اینو میگم که اینا این قصه های جنسی که فلانی به فلانی تجاوز کرد برادر مثل اینکه که روز، صبح به صبح یه وایاگرام میخورن میرا نداره جورابار میندازن رو شونهشون شروع میکنن داستان ما زخرف نمشتن اصلا تو فکرشو بکن پدر مادر های هفتاد ساله و هشتاد ساله رو برن سراغشون تو فکرشو بکن به خاطر کاری که داری انجام میدی حق نداری سرزمین مادری تو بری ببینی اصلا ب... من به کی برم این قصه ها رو تو خیابون های لندن برم تعریف کنم فکر کنم این آدمایی که الان مست و پاتیل نشستن آب جو دستشون رو که سلام علیکم آقا باید وی میدونستی قصه زندگی من میخندن گریه میکنم واقعا نمیدونم واکنششون چیه ولی برگردیم به سوال تو من اعتقاد دارم استاندارد خبرنگاری بی بی سی بسیار بالاست بی بی سی یک سبک کاری رو نه بخش فارسی نه کلا آورد با خودش به همیشه زیر نور لایت یا پروژکتور بوده طبیعتا هر ساز و کاری که با انسان طرف باشه خطا کارم هست من نه گناه میشورم نه خون میشورم نه دفاع میکنم نه کارمند و مجموعم من چشم دیدم رو دارم میگم همیشه مدیونش هستم این علی همدانی که میبینید دست پروردی اه اه امواج کوتاه رادیویی بود و هست و به اینجا اومده من دیدم شاهد بودم در چه شرایط وحشتناکی همکاران کار میکنن بی بی سی به عنوان یک رسانه عمومی پول همچین فکر نکنه حقوق خیلی خفنی هم میده و همه خوشحال و خوشبختن رویش دارن میدونن به بی هیچ عنوان از این خبرانی نیست آره برای همین اون یکی رسانه کار میکنن پولش بیشتره <تصح> به بی هیچ عنوان اینطوری نیست ولی ولی من میفهمم وقتی که مردم خستن و نیاز به سمپاتی دارن نیاز به این دارن که یکی حرف دلشون رو بشنوه و تکرار بکنه بدون اینکه حرف اون طرفی رو بزنه حرف مخالف بزنه طب خیلی طبیعیه که این حرفایی که میشم و باز میگم حکومت ایران از جمله شگرت هایی که داره از یه طرف فشار میذاره رو خبرنگار رو از یه طرف نفت یا روغن میریزه توی آتیش همون آدمایی که از دست این رسانه ها شاکی هم هستن دیگه شایع پراکنی یا اون پروپاگاندای خاکستری که بخشی از کار حکومت ایرانه و موفق هم بوده و دست برادرای چینی و روس درد نکنه واقعا خوب تربیت کردن این عزیزان آره واقعا دو سه سال بیشتر ندارم برات علی مرسی که این هم واقعا صبور بودی و برای اون تعریف که چون میگم تا ساعت ها میتونم با حرف بزنم انقدر از سوال دارم و در ادامه همین این بحث میخوام ببینم که تصورت از شکل و فضای رسانه تو دنیای امروزی که در قالب سوشال میدیا و توییتر و اینستاگرام و کلا کمبود تمرکز و توجه همه آدم‌ها از جوان تا سن بالا و از اونورم آدمای مثل ایلان ماسک که الان میان مثلا تویتر رو میخره و اصلا رسما پروپاگاندای قشنگ دست راستی کامل یعنی چیزایی که یه رسما داره توییت میکنه یا خطایی که داره میگیره نه که بگم چپ خوبه ها من خودم مثلا یعنی تو این بحث یعنی یعنی میخوام بگم کسی که بالاخره توی مقام خیلی قدرتیه و داره تمام قدرتش ام. استفاده میکنه به نفع اون چیزی که باور داره یعنی همه آدمی که تو قدرتن طبیعتا میخوان تو قدرت بمونن دیگه یا چیزی ب... دیگه کسی در اون مقام ب... رای بیاره یا بمونه که به کمک بکنه به ثروت یا طرز فکر رو یا اف... فلسفه یا اونا توی, توی, توی توی شکلی که دنیای رسانه امروز گرفته که ما سر حقیقت نمیتونیم با همدیگه به توافق برسیم که یه مسئله خیلی گنده شده به خصوص من فکر کنم بر از ترامپ هم این خیلی بیشتر شده توی توی دنیا این این بحث پوپولیستی وقتی میبینیم که آدمایی که ما حرفهای خیلی قلم به سلم به قشنگ و چیزی میزنن و ولی در حقیقت واقعیت یه چیز دیگه از کاملا و توی این پروسه مثلا حداقل اپوزیسیون ایران توی تو زمان این جنبش محسا و این اتفاقایی که افتاده و کمبود اتحاد و اینکه هنوز هر روز خیلی همش سعی می‌کنن همه دیدی که به که تمرکز باشه سر یک دشمن مشترک که جمهوری اسلامیه تمرکز رو, رو اون بذاریم همه میخوان از هم اوتو بگیرن یا گیر بدن یا همدیگه رو تخریب کنن و ترور شخصیتی چقدر زیاد شده و اینم خیلی دیدیم توی توی توی, توی رسانه‌های ایرانی هم داره خیلی زیادتر شده متاسفانه آدم با چیکار کنه امروز که بتونه به حقیقت نزدیک تر بشه آدم با چیکار کنه, کنه. چی کنه که بتونه اخبار درست دریافت کنه آدم با چیکار کنه که بتونه به قول معروف به قول آمریکایی میگن to be a part of the solution not part of the problem یعنی ما, ما بتونیم جزی از اه، چی؟ اه، ترجمه شو به فارسی جزی از مشکل باشیم جزی از راه حل باشیم, باشیم, را حل باشیم. Um, من فکر میکنم انسان امروزی um, um, آگاهه و من اولین درسی که یاد گرفتم خودم اینه که هر چیزی رو باور نکنم تحقیق بکنم الان بیش از هر چیزی تحقیق کردن برای آدمهای غیر خبرنگار راحت شده شما خیلی راحت میتونید گوگل کنید میدونی چون آدمهای امروز خیلی در شبکه های اجتماعی دنبال حقیقت میگردن و این حقیقت در شبکه های اجتماعی حتی اگر حقیقت هم نباشه چنان واقعی جلوه میکنه که اون طرف میگه آها حتی اگر من گوگل کردم یا یه جای دیگه رفتم جستجوی کردم و این خبر پیدا نشد دلیلش اینه که دنیای غرب میخواد این رو سانسور بکنه و من در واقع میام خودم رو متصل میکنم به این کاربر یا به این پست در یک شبکه اجتماعی برای یک دیل، یک, یک لقمه خبر در واقع ما عقل داریم همین چند لحظه قبل برای شما مثال زدم گفتم میگن بی بی سی گفته خمینی در ماهه گفتم حتی اگر بی بی سی گفته باشه که نگفته مگه خودت عقل نداشتی تو که عکس یک انسان عادی معمولی کم در قم بزرگ شده در نجف تبعید شده تازه به پاریس رسیده رو چطوری تو میتونی توی ماه ببینی حتی 45 سال پیشش هم عجیب بود چه برسه به الان تو هنوزم باورت میشه به جوون امروز ایران تو بگی خب خومنی... به خدا یه بار من این کارو کردم یه مقاله نوشتم هست مقاله و گزارش انگلیسی درست کردم وقتی که نوشته بودم که مردم تو ایران باور کرده بودن که عکس خمینی تصویر خمینی تو ماه سردبری به من زنگ این؟ واقعا اینجوریه خب ببین فکر کنید فکر فکر با یه مدتی باب شده میگفتن خامنه ای بدل داره میر تاهره و اینقدر گفتن،, گفتن 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 که دیگه اصلا بابا اصلا بگی نه مردم میزننت فکر کنیم من فکر میکنم اتفاقی که باید بیفته اینه که یک اصل رو اینجا قبول بکنیم بیاین برای هر خبر حتی اولا رسانه های جریان اصلی الان دارن یک سرویسی رو به نام ور، وریفای یا در واقع تایید کردن یک خبر و رفتن تو دلش رو پیدا کردن باز کردن هم سی این کار رو میکنه بی بی سی این کار رو میکنه سکای این کار رو میکنه ببینید رسانه های جریان اصلی های اون خبر رو پوشش دادن یا نه اگر خبر رو پوشش ندادن رسانه های جریان اصلی دنیای آزاد منظورم هست نه صدا و سیمای حکومت ایران اگر رسانه های جریان اصلی دنیای آزاد پوشش ندادن نگین آها اینا دستشون با رژیم توی کاسه است نخیر دستشون توی رژیم توی کاسه نیست در اون لحظه که شما این خبر رو نمیبینید در این رسانه های جریان اصلی یا مشغول تاییدیه گرفتنن یا مشغول تکذیبیه گرفتنن یا اصلا خبر واقعیت نداره در ارزش خبری نداشته دو همیشه برای یک خبر دوتا منبع داشته باشید و این دوتا منبع همشون مثلا در توییتر نباشن که یکی یه خبری رو عینا کپی پیست کرده و یک متن خبری رو شما در روی دوتا اکاونت یا دوتا دو دو کاربر میبینید و دو من دوتا منبع دارم میگم از خبر درسته نه ببینید دو, دو آدمایی که دنبال میکنه دو نفری حرف زدن سه نفری حرف زدن شن شنیده ها خبر نیستن این این رازشه و سوم که من فکر میکنم دنیا با اینکه شبکه های اجتماعی حرف اول رو میزنن ولی فکر میکنم شبکه های اجتماعی بلایی که سر دنیای خبر و مصرف خبر آوردن اینه که آدم ها رو تنبر کردن قبلا آدم روزنامه میخوندن میخوندن روزنامه میخوندن قبلا دمو میرفتن وبسایت های مختلفی رو برای خبر رو چک میکردن الان همینطور هی میرم پایین سکرول میکنم میرم تو توییتر و اینستاگرام چه خبره میتونی اون عادت مطالعه رو برگردونیم اگر اگر آدمی هستین که خبر رو دوست دارین مطالعه بکنید خبر رو منبع خبر توییتر و فلان و اینا نیستن خصوصا الان با رژیم های مثل رژیم پوتین در روسیه که همین الان خانواده سلطنتی بریتانیا قربانی ها شای پراکنی روسیه شده بود در مورد پادشاه چارلز که میگفتن مرده و همه اینجا باورشون شده بود چین خداوندگار پراکنی جعلی هست خصوصا اینکه الان پلتفرم مثل تیک تاک رو داره و یه طرف دیگه ما در خود آمریکا هم یه رسانه ها یا شبکه هایی رو مثل توییتر داریم که برخلاف گذشته الان به نظر نمیرسه که چندان هم براشون مهم باشه چی جلی هست و چی نیست یعنی یا دست کم پیروی نمی کنن از اون سیاست های بنیادینی که بر اساسش شکل گرفتن در نتیجه مهم هستش که ما برگردیم به تنظیمات کارخانه یا فکتوری ستینگ که برای خبر گرفتن بریم سراغ خبرگزاری های مختلف اونها رو هم بخونیم شبکه های اجتماعی رو هم بخونیم اما چندین و چند خبرگزاری رو ببینیم اگه دنبال خبر و اطلاعات هستیم به, به یک, به یک منبع اکتفا نکنیم به چند منبع اکتفا بکنیم و کنجکاو باشیم و جستجو بکنیم آره خودم تو تجربه در مورد شایعاتی در مورد خان، خانواده خودم مثلا پیش من بعضی اتهاماتی که برای پدرم زدن و اینا تو تلگرام میگه یه چیزی شیر میکنه که بعد کپی پیست میکنه تو توییتر بعد تلفن بازی مم. تبدیل میشه به یه چیز دیگه و آخر سرش چیزی که در مورد خودم میشه مثلا آدم منقلی سود میکشه حالا ببین چقدر داستانی هستن که دست به دست تو این تلفن بازی و کپی پیست شدنه به چه چیزای عجیب غریب تخیلی تبدیل شدن و چقدر این موضوع من چیز هزار دفعه بهش تاکید کردم که آقا این حرفای ما عواقب داره هر حرفی و علیکی نیان بزنید توی, توی تویتر توی یه جای اگر مطمئن نیستین اگر موثق نیستش سورس خبرتون این واقعا رو زندگی آدم میتونه تاثیر باشه یه چیزی برات بگم خنده داره فرودگاه روی لندن بودم و یادم نمیاد کجا میرفتم قطعا ایران نمیرفتم یه هواپیمای ایرانه هم میرفت تهران و من اونجا بودم داشتم قهوه میخریدم یه خانمی آمد ای خانم ایرانی با مسافر تهران بود آره دیگه راست میگن شما آیت الله بی بی هستین داری تشریف بری ایران چیکار کنی گفتم شما داری تشریف بری ایران چیکار کنی خانوم بنده ایران نمیرم ولی اگه ایران رفتن جرم و گناه و آیت میکنه تو داری کجا میری ها رام پدرت رو از دست دادی مصیبتها ها کشید مادرت این آدمایی که این شایعات رو در میارن کدومشون از این مصیبت اصلا از بغلشون رد شده یک انسانی که یک دهم این مصیبتی که شماها کشیدین از زندانی شدن از کشته شدن از شکنجه کردن ممنوع خروج کردن ممنوع همه چیز کردن و میسازن چرا میسازن چون به نظر من دو حالت داره اولا حکومت بدش نمیاد بسازن چون تنها کسی که سود میبره از این شاید حکومت اسلامی است در ایران حکومت روسیه هست حکومت چین هست در خبرهای مرتبط با اون دو تا کشور و از یه طرف دیگه بعضی از ما هم ب... ایرانی ها هم وطنای ما غیبت کردن دوست دارن شاید برای اصلا لذت میبرن از این کار میدونی و متاسفم واقعا یعنی من تنها چیزی که دارم بگم اینه که هیچ انسان امروزی مدرن آدم حسابی قربانی شایی نمیشه ماشاءالله هزار ما بچه بچهای امروز ایرون از هر پنج تا کلمه که میگن یکیش انگلیسیه ولی از این قرب زدگی فقط کلمه واژه لاکچری رو یاد نگیریم یه چیزهای دیگرش هم یاد بگیریم آره توی واقعا بچه, بچه های ایران رو که میبینم و خیلی برام عجیب ایران همیشه هم میگم یه جامعه که تو چند سال توش نباشی انگار نبز جامعه دستت میره انقدر عجیب غریب همه چیز به یه حالت خیلی اگزاجر شده ای تبدیل میشه که آدم اصلا کفت میکنه مثلا فیلم ها و عکس ها و داستان ها و پارتی های تهران که خودم تو خیلی از پارتی عجیب قریبش بودم و خیلی داستان ولی انگار میدونی به خاطر از این طرف فشار و بسته بودن جامعه و افکار اینا خیلی اون از اون ور همه چیز میزنه بیرون و هم. یک سوال آخرم از در مورد همین فکر کنم یه, فکرم یه گزارش در مورد یه اخوند گی درست کرده بودی تو درست <صح> کرده بودی یا کی درست کرده بودن <صحنت> خود شخص بنده به قول لا باور زاده. و, و میگم برای من یعنی جالبش میخوام یعنی این سوالم در اصل در اینه که چه جوری همینجور که الان توی ایران هم داره میبینیم بچه جوانتر رو برنامه هایی که میسازن و یوتیوب جوان ایران ایرانی نگاه میکنین اصلا برای خودش یه دنیا یا واقعا اصلا خود اون مم. کلی آدم رو تحقیق کنه و بخونه و مطالعه کنه و آدمایی که مثلا عقاید سنتی یا مذهبی دارن و سعی میکنن مدرنیزه کنن توی چارچوب و شکلی و مم. یعنی چه چج... که اون به انگلیسی میگن فارسی بی... چه چجوری... یعنی آدم نمیتونه اون ارتباطو برقرار کنه که این این افکارش با رفتارش در دا یه تضاد خیلی هستی و اساسی وجود داره برای سعی میکنن توجیه کنن برام خیلی جالب بود این گزارش خلاص از اون از اون تجربه و این 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 آدمه تجربه و... که خیلی تجربه حیرت آوری بود توی استانبول بودم سالها پیش فکر کنم سال 2015 16 یادم نمیاد الان توی خیابون استقلال که خیابون محبوب من هست در مرکز ترکیه داشتم راه میرفتم با بهساد و بروش طبق معمول نوروز بود خوب خاطرم هست یادم یه پسر جوانی اومد در گوش من یه وسط خیابون ظاهر شد منم وحشت کردم قیافه میخورد یه خبرایی هست یعنی منظورم این که جنس حکومت بود و به من در گوشه من گفت ببخشید من یه لحظه میتونم با شما صحبت کنم من اینجوری بودم که با حالا من چه من بود یه گفت من 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 ببخش من, حد من چیزم یک روحانی هستم من تو دیگر باشم گفتم عجب و بعد اینطوری شد که شاهکار بود موضوع دیگه بعد من برگشتم برای تلویزیون انگلیسی بی بی سی اون درست شد به زبونم ترجمه شد یکی از پر بیننده ترین و گزارش های تلویزیونی کل بی بی سی هست که این آقا تاها رفتم سراغش و اومد و لباس روحانیت رو هم تن کرد و شروع کردیم در مورد زندگیش در ایران صحبت کردم به شدت هم مسلمون بود و نماز هم میخوندم هم سال هم بعد من به این فکر افتادم که مثلا خب حالا خیلی خوب یه بخشی از تو اینه که گی است روحانی شیعه هست حجت الاسلام شیعه هستی با خاتمی رفتی اومدی با مله های معروف در جنوب ایران چون اهل شیراز بود میگردی یه بخشی از تو هم گیه و اون گی بودنت رو چطوری نشون میدی ببین لباس رو در این وسایل میکاپم هم در آورد و شروع کرد مالیدم به صورتش و اینا من اینجوری بودم که همه مردای گی البته میکاپ نمی تا آجان گوشواره <applause> رو گذاشت دوباره رفتیم ما به یه گی بار و من از دو تا گی پناهجوی دیگه هم خواستم که بیان که از دست حکومت فرار کرده بودند و اونها شروع کردن با این حرف زدن همین سوالی که تو پرسیدین دیالوگ رو با او شروع کردن داشتن که چطوری میشه و راستش سوال و جواب بی پاس یعنی بی اثری بود کاملا بی نتیجه موند و به همین دلیل بود که من گزارش رو با این جمله تموم کردم که هر وقت یادم میفته خندم میگیره he is too gay to be mulla or too mulla to be a gay یعنی یا خیلی ملا است برای اینکه گی باشه یا خیلی گی برای اینکه ملا باشه چقدر خوب ولی فوق العاده است دیگه میدونی یعنی تجربه واقعا فوق العاده است یعنی واقعا احساس خوشبختی میکنم که تهش خلاصه در آوردم بکنم واقعا عجب میگم دیگه اینم خودش بگم توی ایران من همیشه چیزی تعجب میکنم که این احمقا اگه میخواستن تو قدرت بمونن میذاره به مردم آزادی بیشتر میدادن سالهای سال میتونستن یعنی ولی این گروه و این نمیدونم اکثریتشون و که اینقدر افراطی ان به زور میخوان تحمیل کنن همه اون عقاید احمقانه شون به همه اه... میگم دیگه شاید شاید طبیعت دیکتاتوریا همینه که اصلا اصلا حاضر نیستن به هیچ نقل خامنه خ... ای رو نقل به این میکنم رهبر حکومت رو که یک بار بیش از یک بار چندین بار گفت موقعی بود که داشتن اون توافق هستی رو امضا میکردن برجام رو که گفتش که برجام باید فقط تمرکزش روی برجام باشه اگر اینها بخوان حقوق بشر رو وارد بکنن امروز حقوق بشر رو قبول بکنیم نقل به این میکنم فردا باید حقوق همجنس بازها رو هم قبول کنیم پس فردا باید فلان حق رو هم قبول کنیم ببین اینها فرهنگ رایج ها در ایران در طول 45 سال گذشته فرهنگ چاله میدونه اون فرهنگ مرد سالارانه بخشی از کلاه مخملی های تهرانه که میدونن دارن اشتباه میکنن میدونن آخر و عاقبت عقب نشینی به عنوان کلاه مخملی نه که ممکن یکی دیگه چاقوت بزنه ممکن بمیری اینجا یه یعنی قدم عقب نمیرن چون قدن چون میدونن اگه قدم عقب برن دیگه اون مرد سنتی نیستن میدونین چی میگم اون قدرتمند سنتی دیگه نیستن امروز داشتم به این نکته فکر میکردم که خامنه ای به خودش میگه ما مگه تو چند نفری ما گفتیم ما بی خود میکنی تو بی خود, خود ویجا میکنید تو خود میگی ما تو کی هستی که میگی ما آخه میدونی مشکل اون فرهنگ لاتیه مشکل اون فرهنگ مرد سالارانه سنتی کلاخ مخملی های تهرونه که اینجوری هویدا شده یه قدم عقب برن فکر کنم میفتن تو چاه میدونی؟ که میفتن به خاطر اینکه فرهنگ اشتباهه فر فرهنگ قد بودن آخرش همیشه همینه مرگه علی خیلی خیلی واقعا لذت بردم امروز باد صحبت کردم و واقعا انقدر راوی خوب هستی و انقدر داستانهای و زندگیت عجیب غریب و جذاب بوده سال آخر منی که قدم بعدی چیه برات من هم که میگم باید یه پادکست را بندازی اون که در در اوج باشه که تو بنویسی کار نمیدونم رسانه ای انجام میخوای بدی یا نه ولی قدم بعدی چیه برای تو آرزوم هست که پادکست بتونم را بندازم راستش مخاطب ایرانی رو دارم سعی میکنم بیشتر بشناسم من زندگیم با رادیو گذشته و دوست دارم که این کار رو بکنم به شدتم بهش فکر میکنم متعا میخوام پای قولم وایستم ببین من حدود 120 بیست تا مصاحبه تاریخی دارم که اینا رو پخش نکردم و دوست دارم اینها رو شروع کنم پخش کردنشون قدم بعدیم در دنیای غیر خصوصی رسانه حالا الان رسانه میتونه خصوصی هم باشه پادکست خصوصی دیگه قدم بعدیم در دنیای رسانه جریان اصلی که امیدوارم بتونم به زودی این رو اعلام بکنم این هست که دوست دارم خبرنگاری باشم اون, اون نوجوان سیزده ساله ای باشم که حالا انقدر قدرت داره که برای یک رسانه غیر ایرانی غیر فارسی زبان کار بکنه و صداش همه جای دنیا شنیده بشه واقعا چندین سال بود که داشتم به اون بخش خودم کار میکردم و امیدوارم به زودی متحقق بشه مذاکره و حرف و حدیثم زیاد انجام دادم و به نتیجه هم رسیده ولی میگم حالا از نظر قانونی کمی وقت میبره تا بتونم اعلام عمومیش بکنم ولی خوشحالم که این فرصت استثنایی رو داشتم و این چرخ روزگار یک جوری چرخیده همیشه آسون نبوده ولی سختی هاش هم به طرز خنددار و احمقانه و غیر قابل باوری شیرین کامم کرده خیلی با آفتاب زندگی پاینده با چشم ما بر طلعت آینده باد امیر حسین آریانپور این رو گفته توی کتابی من میخوندم واقعا حرف قشنگه من با امید زندم با آرزو زندم آرزو داشته باشیم هممون هر آرزویی که بکنیم یه جوری میشه که اتفاق میافته مهم اینه که آرزو داشته باشیم در چند دهه گذشته حق داشتن آرزو توانایی داشتن آرزو رو از ما گرفتن آرزو داشته باشیم اون آرزوها اتفاق میفته دمت گرم علی شبت بخیر مرسی که اومدی شب بخیر حتی با خیلی وقته که دیگه خبر خوب نشنیدم حتی به زور سمپر